مرجعیت شیعه آیت الله لزما سید صادق حسین شیرازی در بیاناتی به تبیین آیه ای انا فتحنا لک فتح مبینا پرداختند به گزارش شیعه وز معظم الله در سلسله سخنرانی های هر شب خود در ماه مبارک رمضان که از مجموع شبکه های امام حسین علیه السلام به شکل زنده پخش می شود فرمودند خدای متعال در قرآن کریم می فرماید انا فتحنا لک فتح مبینا ما تو را پیروزی بخشیدیم چه پیروزی درخشانی معظم الله ادامه دادند این آیه شریفه در رابطه با فتح مکه مکرمه نازل شده است جریان فتح و عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و آله در این بره از تاریخ حامل دهها و دهها ها فضائل کم نظیر در تاریخ بشریت است به همگان مخصوصا فرهیختگان توصیه میکنم ماجرای فتح مکه را از تاریخ صحیحی که از اهل بیت علیهم السلام و یا دست کم از تاریخ نویسانی که معاند نبودن وارد شده بخوانند و به دنیا منتقل کنند. ایشان ادامه دادن صفان ابن امیه یکی از تاجران مشرکی بود که در مکه به تجارت اسلحه اشتغال داشت او 20 سال با پیامبر صلی الله علیه و جنگ سیاسی و اقتصادی داشت و نامش در اکثر جنگ های پیامبر آمده است علاوه بر این او مشتکان را تسلیح می کرده و حتی کسانی را برای ترور رسول خدا صلی الله علیه و آله تشویق و اجیر کرده بود معظم الله ادامه دادند چنین شخصی در جریان فتح مکه در پی وساطت غلام خود که پیشتر مسلمان شده بود از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله امان داده شد مرجعیت شیعه فرمودند در جریان فتح مکه تمام مشرکان در این ترس بودند که توسط پیامبر کشته شوند اما ایشان نه تنها آنها را آزاد گذاشتند بلکه حتی کسی را مجبور به گرویدن به اسلام هم نکردند برخورد کریمانه رسول خدا صلی الله علیه و آله با مشرکان مکه بی‌نظیر است و این در حالی است که شبکه های و وسایل ارتباط جمعی از این رفتار و اندازه کافی سخن نمیگویند معظم الله تاکید کردند اگر تاریخ صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنیا عرضه شود حتی دشمنان و معاندان منقلب خواهند شد مگر کسانی که پا بر روی وجدان خود میگذارند مرجعیت شیعه در پایان اظهار امیدواری کردند که تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله به همه جهانیان برسد تا حجت بر همگان تمام گردد گفتنی سلسله بیانات معظم الله در ماه مبارک رمضان هر شب ساعت 22 و به زبان فارسی و 23 و به زبان عربی به وقت ایران از مجموع شبکه های امام حسین علیه السلام مرجعیت و دیگر شبکه های مستقل شی به صورت زنده پخش می شود مؤمنان در سراسر جهان علاوه بر شبکه های ماهواره در بسترهای مجازی از جمله تلویزیون های اینترنتی آی پی تیوی ها و یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام بیانات معظم الله را مشاهده نمایند